از دکتر عباس علی غلامی، پزشک و کارشناس دارو و درمان از شهرستان نکای مازندران پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای دکتر سلام و عرض ادب. آقای دکتر لطفاً در رابطه با این بیماری و علائم آن و نحوه ابتلا به آن و راه‌های پیشگیری اگر نکاتی برای بینندگان عزیز لازم می‌دونید بیان بفرمایید. بعد سلام و ارادت خدمت شما و بینندگان عزیز، حسیت میگم ایام محرم خدمت محبان اهل البیت در خدمتتون عرض کنم. تب دنگی یا تب استخوان شکن یه بیماری عفونی ویروسیه که امیدا بگم آنتی بیوتیک یا به اصطلاح میانه که خوشکنی اثری نداره، نوعی پچه بینم آیدز اینو منتقل میکنه در مناطق استوایی شایع هستش، خصوصا در آسیای جنوب شرقی. علائمی رو هم که عمدتاً دیده میشه سردرد، کمردرد، پشت‌درد، استخوان‌درد در تمام جاها، تب شدید، گاهی هم توان استفراغ میده، گاهی به همراه اون تب هموراژیک، یعنی در نواحی از بدن اون خونریزی میده خطرناک باشه. سندروم دنگی هم داریم که افت شدید فشار خون رو برمی‌داره. در ضمن در جاهایی که ما راکده، جایی که مسافرت برای استوایی می‌کنن بایستی دقت کنن که احتمالاً ممکن در معرض اون باشن، هم که در گزارش اومد واکسن داریم برای این بیماری ویروسی و اونایی که مبتلا شدن استفاده کنن مجددن باش درگیر نشن. 80% موارد معمولاً به علائم اون 10% درصدش علائمی نزدیک سر خوردگی و چیزی شبیه به گاستانسیت که سال استفراغ باشه رو معمولا شاهد هستیم. 10% اون علائمی جدی میدن که همینطور که عرض کردم سردرد، کمردرد، پشت‌درد، تب شدید رو به همراه اون هست. برایش درمان اختصاصی و خاصی پیش‌بینی نشده، یعنی نیاز نداره و وجود نداره. بایستی از علامت درمانی بشه، یعنی اگر دیدره شده بیمار آبی بدنش کمه بایستی آب بشه رسونده بشه، اگر احیانا درد داره باید از مشخصا دستامینوفن استفاده شه و توصیه شده که از ضد دردهای ضد التهابی مثل ژلوفن، پروفن استفاده نشه که اینا خونریزی رو تشدید میکنن، 2 تا 7 روز هم طول میکشه. از طرفی هم باز توصیه شده که چای، قند، الکل، نوشابه‌های قندی که باعث دیدره یعنی کم آب شدن بدن میشه باعث اجتناب بشه، گرده کمتر خورده شه، غذای خام، چرب و تون همچنین کمتر، خلاصه باعث آب فراوان، آب میوه و غذایی که سهل هضم هستن مصرف شه، استراحت در منزل کفایت میکنه و بستری لازم نداره در خدمت. بله، با تشکر از دکتر عباس علی غلامی، پزشک و کارشناس دارو و درمان از شهرستان نکای مازندران که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.